وزارت فواید عامه میگوید که برزش بیش از 2 میلیارد افغانی کار 90 پروژه حفظ و مراقبتی را که شامل شاهراها، سرکها، پلچکها، پلها و دیوارهای استنادی میباشد را آغاز کردند. سخنگوی این وزارت میافزاید که با عملی شدن این پروژه ها زمینه کار برای بیش از 15,000 تن در کشور فراهم خواهد شد. د ټولګټ وزارت په 1402 هجری کال کې د دغه وزارت له انکشافي بودیجې څخه آتش پټې پروژې د څه باندې 1,855,000,000 افغانۍ په ارزښت او له عادي بودیجې څخه 1 پروژې د څه باندې 346,000,000 افغانۍ په ارزښت تطبیق کیږي. از سوی هم شمار از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که برای عملی ساختن پروژه های بزرگ اقتصادی نیاز است تا مشکلات سیاسی حل شود. برای جلب اعتماد بیشتر و کشاندن پای نیادهای کلان مالی به اقتصاد افغانستان یک سلسله شرایط و ایجابات و الزامات را میطلبه. او شرایط میتونه شرایط سیاسی و اقتصادی باشه. تا زمانی که حکومت افغانستان به شرایط سیاسی جهان و به قوانین و اصول اقتصادی جهان تن نته، مطمئنا اون نیادها حاضر نمیشن به وضعیت اقتصادی افغانستان دستیاری پیش بکنن. در همین حال شمار از باشندگان کابل با استقبال از آغاز کار پروژه های توسعه‌ای میگویند فراهمسازی زمینه کار در رشد اقتصاد خانواده ها اثر مثبت دارد. اگر زمین کار را برای مردم فراهم بسازن، مردم میتونند شب که طرف خانه میره یک لقمه نان ببره و دست به همچون کارهای خلاف نزنه. در افغانستان در خلق لپاره ډیر د ویاړ خبره ده، نو ممکن خواهی دا وشي چې دوی کومه پریکړه کړې ده، نو دا به زموږ لپاره هم ښایي او دا آینده لپاره د ځوانانو مخه به هم ونیول شي، په هیواد کې به پاتې شي او دوی ته به د کار زمینه برابره است. وزارت فواید عامه گفته است که در سال 1401 هجری خورشیدی این وزارت کار 125 پروژه را به ارزش 421 میلیون افغانی تکمیل کردند که برای 10,000 تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار فراهم شده بود.